وطندارای عزیز، سلامتی خداوند، سرور سلامتی عیسی مسیح کت شما باشد در هر جایی که هستین. خدا را شکر میگیم و سال نو مسیحی را برای شما تمامی وطندارای ما تبریک میگیم. خدا را شکر میکنیم برای یک سال دیگه، یک روز دیگه، یک برنامه دیگه که خدا برای ما از رحمتهای بسیار زیاد خود عطا فرموده. خدا را شکر میکنیم برای تمامی برادرها و خواهرای ما که ایجا کت ما همکار هستن و کمک میکنن در داخل استودیو، در پشت کامره ها و در پشت صحنه هستن و شما وارا نمیبینین و وارا هم برایشان خداوند شکر میکنم. و یگانه مقصد ما به این ترتیب گرد هم آمده و کسایی که پشتای تلفن هستن و تلفن ها رو جواب میتن و ایمیل ها رو جواب میتن و غیره، مقصد ما تنها ایست که ما پیام خوش عیسی مسیح را که پیام حیات بخش است امور برای تمامی وطندارای عزیز ما برسانیم. در کلام مقدس خدا ما میخوانیم، در روی پرده اگر شما میبینین در ایجا ما در کلام خدا میخوانیم که اینه من برتان میندازم در روی پرده، کاش اگر شود در روی پرده پرتین. عیسی مسیح میگه من قیامت و زندگی هستم، کسی که به من ایمان بیاورد حتی اگر بمیرد زندگی خواهد داشت، و کسی که زنده باشد و به من ایمان بیاورد هرگز نخواهد مرد. آیا این را باور میکنی؟ عیسی مسیح برای ما میگه آیا باور میکنی چیزایی را که من برای شما میگم؟ این بسیار مهم است. عیسی مسیح میگه باور میکنی من کی هستم؟ من کسی هستم که قیامت و زندگی هستم. من کسی هستم که قیامت و زندگی هستم. کسی که به من ایمان بیاورد حتی اگر بمیرد زندگی خواهد داشت، و کسی که زنده باشد به من ایمان بیاورد هرگز نخواهد مرد. آیا این را باور میکنی؟ و بعد از او عیسی مسیح میگه، کلام خدا برای ما در مورد عیسی مسیح میگه که او کی بود. اگر شما متوجه باشین آیت 4 در اینجا ببینین، میگه زندگی از او، یعنی از عیسی مسیح به وجود آمد و آن زندگی نور آدمیان بود. نور در تاریکی میدرخشد و تاریکی هرگز بر آن پیروز نشده. عیسی مسیح کسی است که زندگی تمام هستی از او به وجود آمده. او صاحب و مالک و خالق هستی است. او خودش حیات است. امیر عیسی مسیح برای ما میگه. و آیت بعدی خود عیسی مسیح خداوند برای ما چی میگه؟ انجیل یوحنا فصل 14 آیت 6 برای ما میگه، عیسی به او گفت من راه، راستی و زندگی هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر آمده نمیتاند. هیچ کسی جز به وسیله من نزد پدر نمیآید. چرا؟ به خاطر از اینکه او یگانه راه است. او یگانه کسی است که برای ما امی حیات جاودان میبخشه. و ضمن عیسی مسیح خداوند در یوحنا فصل 10 و آیت 10 میگه که دزد میآید تا بدزدد و بکشد و نابود سازد. من آمده ام تا آدمیان زندگی یابند و آن را به طور کامل داشته باشند. چقدر آیات خوب و مقبول است. و موضوع امام اینمیست امروز، خداوند ما را زنده می کند، خداوند ما را حیات می بخشد، خداوند برای ما زندگی جاودان می ته و عیسی مسیح اونمو زندگی جاودان است. اگر ما عیسی مسیح را بپذیریم، قبول بکنیم که او خداوند ماست و او یگانه منجی ماست، او خدای قادر مطلق است که به صورت انسان در میان ما انسانها آمد، و ما اگر ای توفره از جانب خدا بپذیریم، کلام خدا برای ما وعده میده که او حیات جاودانه برای ما میده. او حیات جاودانه برای ما میده. خدا را شکر میکنم و من یک دعا میکنم و بعد از دعا کلام مقدس خدا را امروز از خادم خدا نورالله جان میشنویم که از طریق اسکایپ کت ما هستن، و دعا میکنیم که خداوند تمامی ما را برکت بده. ای خداوند عزیز، ما دعا میکنیم بر کشور عزیز خود افغانستان،
دعا میکنیم خدایا تو صلح و سلامتی عیسی مسیح را برای مردم ما عطا فرما. خدایا دعا میکنیم بر رهبرای ما که واهم در اتفاق زندگی بکنن و ضمناً دعا میکنیم که تو قلبشان لمس کو که واصل حقیقی عیسی مسیح را ببینن. خدای دعا میکنیم بر هر کس، بر اطفالی که در مشکل هستن، بسیار اطفال در افغانستان در مشکل هستن، او خداوند عزیز تو رحم فرما، کمک کو. خدای دعا میکنیم که جنگ و این بدبختی را از کشور ما وردار و در جایش صلح و سلامتی را بیار و برادری را بیار که تمام مردم زیر آزادی، زیر رحمت تو زندگی بکنن. آزادی در چیست؟ آزادی در عیسی مسیح است و شما حقیقت را خواهید دانست و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد و او حقیقت عیسی مسیح است. خدای دعا میکنیم که این حقیقت در افغانستان شناخته شود، قبول شود. دعا میکنیم برای خادمت نور الله جان که امروز از کلام خدا بخش میکنه در مورد حیاتی که تو هستی، ای خداوند تو ایشان لمس کن. دعا میکنیم خدایا برای وطندارای ما که در چهار گوشه دنیا هستن، برای مردم ایران دعا میکنیم، بر مردم تاجیکستان دعا میکنیم. دعا میکنیم خدایا تو رحم فرما بر مردم، کمک کن. کسایی که در زندان هستن خدایا تو واره کمک کن. کسایی که بیمار هستن تو واره شفا بده. کسانی که در مسافرت هستن خدایا تو واره سفر خوش عطا فرما. به نام مقدس منجی عالم عیسی مسیح، آمین. خدا را شکر میکنیم بر یک روز دیگه. باز هم از طریق اسکایپ برادر عزیز ما نورالله جان کتی ما هستن و خوشحال هستیم. نورالله جان مانده نباشی وطنداری عزیزم. سلام ترامات خدا تقدیم میکنم برادر حسن عزیز، برای خودت و بسی به امید خدا و سلام ترامات خدا خدمت تمامی فارسی زبانان و وطنداران عزیزم و دوستان عزیز تقدیم میکنم. خدا را شکر بر عکس شنبه دیگر. آمین آمین. بسیار تشکر، بسیار بسیار تشکر برادر عزیز ما. باز هم خدا را شکر میکنیم که شما را بازم دیدیم و خوشحال هستیم که خداوند برای ما این موقع را عطا کرده که ما کلام خدا را از شما گوش بگیریم. برادر عزیزم بفرمایید خداوند در قلبتان چی گذاشته برای وطندارای ما بخش بکنیم. تشکر برادر حسین عزیز. ما خوشحال هستم که در اولین یا در دومین هفته سال میلادی در خدمت وطنداران عزیز خود هستیم و همچنان دعا میکنم که گرمای روح القدس کانون گرم خانواده و فامیلای عزیز را گرمتر گرمتر بسازه و خوشحال هستم که این سال سال را با قوت خداوند در شادی و سرود با خداوند شروع کردیم و سفری بکنیم. خدا را شکر میکنم. آمین. برادر حسین عزیز که همه ما شما در تقریبا دومین هفته سال هستیم و یک سال را شروع کردیم، یک سال جدید را آغاز کردیم و میخوایم که زندگی بکنیم و ادامه زندگی بدیم و در این قافل زندگی به پیش بریم. آیا توجه کردیم در زندگی های خود دوستان عزیز که در این سفر زندگی کی امرای ما هم سفر است؟ با کی میتونیم زندگی بکنیم؟ با کی میتونیم راه بریم در این سفر زندگی؟ آیا میخوایم تنها بریم یا میخوایم امرای خدا زندگی بکنیم، امرای خدا راه بریم و خدا در امرای ما باشه؟ آمین. و چقدر فکر کردیم که سال گذشته که گذشت چقدر ما با خدا بودیم و در زندگی خود اجازه دادیم خدا کار بکنه برای ما. هللویا. چون کلام خدا برای ما میگه ما تنها نیستیم، ما خالق خود امرای خود داریم و آیه در کتاب مقدس ما میخوانیم که میگه باکری آمده شده فرزندی به دنیا میاره که اسم از او ایمانویل، یعنی خدا امرای ماست، خدا قدیماست. پس ما تنها نیستیم در این سفر زندگی، خدا امرای ماست. خدا به این نیست فقط در آسمان ها باشه و ما در زمین فقط ما مشغول کار خود باشیم و خدا مشغول کار خودش، بلکه خدا ایمانویل با ماست، قدیماست، امرای ما یک جای است و امرای ما هم سفر از این سفرهای زندگی و امرای ما یک دیگه یک جای هستیم. وقتی که میگم خدا با ماست و در این سفر امرای ماست، بیاین توجه بکنیم که خداوند چی کارهایی در زندگی ما کرده و این خداوند خدای زنده عیسی مسیح که جلال آسمان را میگذاره میاید در روی زمین به خاطر من و تو دوست عزیز، به خاطر ما انسان ها، به خاطر ما بشریت میاید در زمین و تا فدیه گناهان ما تو شود، میاید تا جریمه گناهان ما تو را بده. پس ببین که در وقتی که مسیح در روی زمین است چی کارها میکنه. ما همیشه از عیسی مسیح شنیدیم، از انجیل شنیدیم، از تورات شنیدیم، از زبور شنیدیم، کلام خدا را از طریق پروگرام های مختلف مسیحی در دنیا پخش میشه شنیدیم و حرفای عزیزهای مسیح شنیدیم. بیاین دوستان عزیز که امروز
کلام خدا را توجه بکنیم و از آیای کتاب مقدس من خدمت شما میخوانم، ببینیم که این خدایی که قدیماست در این زمین چی کارها میکنه. آیا وقت برای ما از ما چی میتونیم از او استفاده بکنیم و چطور میتونیم اتکا بکنیم برای خدای خالق خود. و ما در کتاب مقدس میخوانیم که مسیح آمد تا شریک رنج و دردهای ما شود، آمد تا دردهای ما را بردار، آمد تا رنجهای ما را از بین ببره، بر ما روغن شادی بده، بر ما در جای اشک و ماتم خنده و شادی ببخشه. پس بین در کلام خدا میخوانیم ببینیم که خداوند چطور میتونه این مرده های مترک روی زمین به حیات تبدیل بکنه، درشان زندگی به وجود بیاره. و میرقم برادر حسین عزیز، ما یک چند تا آیه را خداوند در قلب ما مدت هاست که دعا کردیم و این از خدا دریافت کردم. من خواستم امروز این خدمت وطنداران عزیز خود و دوستان عزیزی که در این لحظه برنامه را میبینن، پروگرام را میبینن، با خانم و برکت بگیرن خداوند. حتماً من میگم که خواندین، بله، با خواندن این آیات خداوند برکات آسمانی را وارد منزل ها و خانه های شما. آمین آمین. ما در کلام خدا در انجیل لوقا در باب 7 آیه 11 میخوانیم و بعد میگه که فردای آن روز عیسی با شاگردان خود همراه جمعیت زیادی به شهر به نام نائین رفت. همین که به دروازه شهر رسید با مراسم جنازه روبرو شد. شخصی که مرده بود پسر یگانه بیوه زن بود. بسیاری از مردم شهر همراه آن زن بودند. وقتی عیسی خداوند آن مادر را دید دلش به حال او سوخت و فرمود دیگر گریه نکن. عیسی پیشتر رفت و دست خود را روی تابوت گذاشت و کسانی که تابوت را می بردند ایستادند. عیسی فرمود ای جوان به تو می گویم برخیز. آن مرده نشست و شروع به صحبت کردن کرد و عیسی او را به مادرش سپرد. همه ترسیدند و خدا را تمجید گفتند. پیامبر بزرگ در میان ما ظهور کرده است. و همچنین می گفتن خدا آمده است تا قوم برگزیده خود را رستگار سازد. آمین. خبر آنچه که عیسی کرده بود در سراسر ولایت یهودیه و همه اطراف آن منتشر شد. هللویا. و خبر موضوع در تمامی جهان از 2000 سال پیش تا به امروز جریان داره. این خبر مردم خبر دارن، مردم آگاه شدن. آمین. مردم دیدن که مسیح خداوند جسم پوشید آمد بر روی زمین و ما در میلاد عیسی مسیح را جشن گرفتیم و ما در برنامه‌های قبلی صحبت کردیم در رابطه با آمدن عیسی مسیح که به زمین آمد. وقتی که آمد بر روی زمین مسیح چی کار کرد؟ اینی کار کرد. یکی از نمونه های کارهای عیسی مسیح در روی زمین آمد و مرده را زنده کرد. البته عیسی مسیح دوستان عزیز در زمین کارهای بسیار جاده کرد. اگر تمامی کارهای عیسی مسیح را که کرده، شاگردان میگن که اگر را جمع میکردیم آنقدر کتاب ها ازش پر میشد که شاید در ساختمان ها و کتاب جایی نمیشد، هزاران هزار کتاب پر میشد. ولی به عنوان نمونه خداوند همه قدر بر ما داد تا ما از او برکت بگیریم و خداوند بستاییم و پرستش بکنیم و کارهای عظیم خدا را بشناسیم با این کلامش. آمین. از میبینیم که خداوند مسیح چی کرد در زمین. دوستان عزیز، این داستان را که ما خواندیم یک قصه و یک داستان افسانه‌ای نبود. این کار عظیم خدا بود برای زمین. هللویا. عمل خدا بود در زمین، کار بود که مسیح انجام داد. عملا فقط گفتار نبود که گفت، انجام داد، کرد، عمل کرد کار خدا و ما دیدیم این کارش. بیاین عزیزان توجه بکنیم به این داستان و این داستان قسم بباییم که نه تنها این داستان یک بیوه زن بود که یگانه پسرش یا فرزندش مرده بود و مسیح خداوند را زنده کرد، بلکه داستان جمعی انسان ها بر روی زمین است. این داستان تمامی انسان های بشر است در روی زمین که مرده های ما ترک هستند. یعنی ما انسان ها در گناه مردیم، از خدا دور شدیم. مرگ یعنی دور شدن از خدا، مرگ یعنی مردن، مرگ یعنی در گناه مردن. پس همه انسان ها، همه بشریت مردن. خداوند این کار عمل کرد، این داستان گفت تا ما امروز او را بشناسیم که خداوند میتونه ما را زنده بکنه اگر به او ایمان داریم، اگر اجازه بدیم که دست خداوند در زندگی ما باشه. هللویا. این داستان تمامی بشریت است.
ما در این داستان دو چیز چهار نقطه بسیار بارزه در داستان است که اگر برش توجه بکنیم متوجه میشیم با محبت خدا به قلب پدر آسمانی پی میبریم، متوجه میشیم که خداوند چقدر محبت الهیش بر ما زیاد است هر روز هر روز. همونطوره که پولس رسول در رساله خودش میگه که ما در کتاب افسوسیان باب 2 میخوانیم که پولس میگه شما بر ما انسان ها میگه شما همه انسان ها به علت گناه مرده بودیم، بله، ولی مسیح بود که با آمدنش بر روی زمین ما را از گناه آزاد میکنه و ما را زنده میسازه. این مسیح است که ما را زنده میسازه. پس بیاین این داستان بگویم که ما مرده و مسیح ما را زنده میسازه. چطورش؟ این چهار نقطه را من اینجا یادداشت گرفتیم، میخوایم خدمت دوستان خود بخوانم که این چهار نقطه میتونه که در زندگی ما انسان ها به کار بره و ما این استفاده بکنیم، توجه بکنیم برش که دو کار میشه در این موضوع. اگر توجه بکنیم، موضوع اول، ما مردا زنده میشیم، یعنی چطور؟ یعنی جنازه ما ترک وقتی که به عیسی مسیح ایمان میاریم از گناهان آزاد میشیم، از زندان گناه آزاد میشیم، از مرگ ابدی که در گناه آزاد میشیم، در زندگی جاودان ابدی با خداوند یک جای میشیم. بله، این نکته است. و دومی که دست خدا را در زندگی خود میبینیم. نکته اول، ما خواندیم در کلام، در این آیه خواندیم که مسیح خداوند اول به شهر نائین داخل شد، یک شهر که اسمش نائین بود، در این ده یا در این شهر داخل شد. پس میبینیم امروز عیسی مسیح وارد زمین شده، وارد شهر ما شده. شهر ما کجاست؟ بیاین امروز به عنوان مثال شهر ای بدن خود رو بگیم، شهر ما، در بدن ما، در ما، در وجود ما مسیح زنده میشه، مسیح وارد میشه. این شهر بگیم نائین، بدن های ما. پس امروز مسیح میتونه وارد شهر باشه و نزدیک ما است، چون عیسی مسیح در کلامش میگه من پشت در قلب های ساده است، در میزنم، هر کس دروازه رو باز کنم رئیس من زندگی میکنم. پس مسیح نزدیک به ماست. آمین. و در حال است که ما باید او را اجازه بدیم که وارد این شهر شوه، وارد این بدن ما شوه و تو ما را زنده با. نکته دوم یست که خداوند دلش سوخت در آیه میخواه. وقتی که مادر دید در حالت گریه میکرد و مردم دید که ماتم میکردن، دلش به حال مردم سوخت. دوستان عزیز، وطنداران عزیز، فارسی زبانان عزیز، هر کسی که در پشت تلویزیون ها امروزی برنامه را میبینید، امروز عیسی مسیح دلش سوخت که آمد بر زمین. وقتی که خداوند بشر دید، فرزندایش دید، انسانیت در روی زمین دید که در گناه مرده و غرق در گناه است، خداوند قلبش گریه میکرد، چشمش اشک ریخت و تصمیم گرفت بیاید بر روی زمین و دلش سوخت بر ما انسان. چون او یک مثل پدر است برای ما. یک پدر هیچ وقت تقاضا نداره که فرزنداش، اولاداش در ماتم و غم زندگی بکنن. پدر همیشه آرزو داره که اولاداش در خوشی و شادی و شادمانی زندگی بکنن. پس مسیح دل سوخت آمد بر روی زمین برای ما. هللویا. زمانی که مسیح به زمین میاد و انجام کارهای گناه‌آلود را در زندگی ما دور میکنه، محو میکنه، از بین میبره و ما با او ایمان میاریم، البته پس اون میشه جریمه گناهان ما را داد و آمد بریزه. حالا نکته سوم است که میگه نزدیک رفت و تابوت را برش دست گذاشت و او را لمس کرد. بر تابوت عیسی مسیح دست گذاشت بسرش، او تابوتی که فرزند یگانه او مادر درش مرده بود. امروز ما اجازه بدیم که تابوتهای متحرک زندگی ما را عیسی مسیح درش دست بانن، او را لمس بکنن، دستان پرقوت خدا را اجازه بدیم در زندگی ما که دراز شوه، ما را لمس بکنن و در زندگی در شانهای ما دست بگذارن عیسی مسیح. وقتی که خداوند دستای پرقدرت شد در زندگی ما گذاشت، لمس کرد زندگی ما را، دوستان عزیز، ما دیگه زنده میشیم. زمان است که ما ایمان میاریم به عیسی مسیح، باور میاریم به عیسی مسیح و اجازه میدیم مسیح در زندگی ما کار. وقتی که دستش در زندگی ما گذاشت، ما استانه میشیم، از تابوت میایم بیرون، از این بدنهای ما که مرگ درش هست میایم بیرون، زنده میشیم، زنده جاوید بر ابد زنده میشیم. و نکته چهارم، این بسیار مهم است، نکته چهارم که عیسی مسیح گفت به تو میگم ای جوان بلند شو، برخیز، بلند شو ای جوان. اساسترین نکته و اساسترین آیه این قسمت است
که عیسی مسیح برای جوان گفت که بلند شو و تو میگم ای جوان برخیز. و او جوان در دم زنده شد، در ثانیه حیات گرفت، بلند شد، خیز و عیسی مسیح دستش را گرفت، در دست مادرش داد. یعنی مسیح او فرزند زنده را دستش در دست مادر داد، نه یک مرده را، نه یک جنازه و جسده، بلکه زنده شده است، انسان زنده شده را در دست مادرش داد. هللویا. پس وقتی که مسیح در زندگی ما وارد شود، ما زنده میشیم. دوست عزیز، امروز پیام ما برای توی است. گپ است که خداوند در قلب ما گذاشت و ما برادر حسین عزیز با تمام ایمانی را خدمت دوستان عزیز خود بیم. آمین. خدا را شکر، خدا را شکر. امروز اعلان میکنم، من امروز صبح دعا کردم و خداوند برای ما گفت که مردم در دنیا، بسیار مردم در دنیا مردن، بسیار مردم هستن که در مرگ زندگی میکنن، جنازه‌های متحرک هستن و مسیح آمد، امانویل خدا با ماست، کدیماست تا دست ما رو بگیره و ما رو بلند بکنه. آمین. و تو میگه ای مادره که چشمایت پر از اشک از در ماتم فرزند و اولادت هستی، و تو میگه ای جوانه که امروز در مواد، در مشروب، در سیگرت، در سکس، در هزاران جنایت و گناهان غرق شدی و مردی، امروز به تو میگه ای جوان بلند شو، برخیز، بیا دستت در دست ما به عیسی مسیح. آمین. عیسی مسیح به تو میگه ای مرده که امروز افتاده هستی و نمیفهمی چی بکنی، عیسی مسیح برای تو ای جوان، ای مرد، ای زنی که تصمیم داری دست به خودکشی بزنی، امروز میگه که آخریش است. سال 2011 گذشت، سال جدید شروع شد، بیا دست در دست من بده، برخیز، بلند شو، من همراهت هستم، من کنید هستم، من هیچ وقت را تنها نمیمونم، بیا دست در دست من بده. امروز عیسی مسیح بر خانوادهایی میگه که در مشکلات و رنج و عذاب زندگی میکنه، حتی خانواده‌ای که در حالت جدایی هستن و تصمیم دارن از دیگر جدا شوند، امروز عیسی مسیح میگه که دستان پرقوت من بر تو هست، فقط تو اجازه بده که من وارد زندگی شوم. آمین. اجازه بده کنترل زندگیت بر دست خود بگیرم. آمین. من میتونم تو را زنده بسازم. و امروز بر تمامی جوانان افغانستان، ایران و تاجیکستان، کسایی که زبان فارسی دارن امروز مرا میشناسن، میشنون صدای مرا و منظور کلام مرا میفهمن که چی است. این کلام است که خدا از آسمان آورده، در کتابش نوشته کرده و میگه که ای جوان برخیز، ای مرد، ای زن، ای پیر جوان بلند شو، برخیز، امروز من میخوایم تو را زنده بکنم. مسیح در زمین تا من و تو را برادر، خواهر عزیزم، مادر عزیزم، پدر عزیزم، هموطن عزیزم، همزبان عزیزم زنده بکنه و امرش را بریم و امرش دست بریم در ملکوت خدا باشیم. عیسی مسیح میگه که من اول آخر هستم، من حیات هستم، من زندگی هستم، هر کسی که وارد من شود به ملکوت خدا میرسه. ما هیچ رای دیگه باجز نداریم. دوستی که مریض هستی، دوستی که دیگه هیچ درمان برات نداری، دکترات همیشه تو را جواب دادن، گفته که دیگه رای وجود نداره، دوستی که فقط زندگی شبانوز با 16 تا 15 تا تابلت و کپسول و قرص و دوا باید بخوری، شربت های مختلف دواجات و ادویجات دکتری باید بخوری، امروز عیسی مسیح برای تو میگه که من دکتر دکترا هستم، من هستم داروی درمان تو، من هستم دکتر مرض های تو که تو را شفا میگم. هللویا. دوستایی که اونو در شفاخانه افتیدین و منتظر شفا هستین، این روز دعا بکنین در حضور خداوند، در حضور خدای حی، در حضور او سبا، یهوه سبایوتی که آسمان را گذاشت آمد، جلالش را گذاشت آمد به خاطر ما و تو که موتور شفا بده، موتور از قید و بند گناه، از قید و بند مرض، از قید و بند وابستگی این دنیا، این دنیای فانی، این دنیای تاریکی که فقط اعمال شریرانه درش است، آزار بکن. هللویا. آمد تا جز خانواده خودش بسازد. چون عیسی مسیح زنده است. چون عیسی مسیح زنده است. ما خدا را شکر میکنیم. با خدا ایمان نداریم که مرده. ما بر یک پیغمبر و یک قبر ایمان نداریم که فقط مرده و برین در پشت یک قبر دعا بکنیم و بگیم که تو واسطه شو. نه. نه. عیسی مسیح زنده را برش ایمان داریم. خدایی که قیام کردت مردگان. خدایی که به خاطر من و تو در صلیب جان داد، فدی گناهان ما و تو شد، مرد، بعد از 3 روز قیام کرد و امروز هم زنده است. هللویا. این ثانیه زنده است دوستان عزیز من.
در امروز هم زنده است و میتونه برای ما تو کنتک ارتباط داشته باشه. برادر حسین عزیز شبانه روز برنامهش نمی است، زحمت میکشه تا این پیام نجات بخش انجیل برسانه. پروگرام های مختلف مسیحی در دنیا وجود داره. عزیزان من صدای زندگی بشنوید، برنامه آواز مسیح را ببینید، بله نان حیات را ببینید، ببینید که خداوند چی میگه برای شما. و خدا یک خداست. بعضی از دوستان میگن که این 2000 سال پیش بود، امروز گذشت. نه، خدای ما خدایی است که 2000 سال پیش همانه که بود، هست و خواهد بود. آمین. مسیح هیچ وقت فانی نیست و از بین رفته نیست. آمین. خدا ابدی و ازلی و ابدی است. آمین. جلال به نام عیسی مسیح که اجازه را میده ما در حضورش بیاییم با تمام من ضعف و ناتوانی، با تمام مرض ها، گناهان، بار، مشکلات، هر چیزی که داریم، هر چیزی که داریم، مسیح وارد زندگی ما شب ما زنده میشه. هللویا. چون خداوند ما برای ما گفته که فیض ما بالاتر از مشکلات است. هللویا. یک دو سه روز پیش به یکی از دوستان من صحبت میکردم، گفت من قدر گناه دارم، قدر مشکلات من زیاد است، من چطور میتونم این مشکلات من را حل بکنم و خدا چطور کدام چیز زودتر بر من درست بکنم؟ من گفتم با کدام چیز اعتماد داری؟ برادر عزیز من برش گفتم با کدام چیز اعتماد داری؟ آیا با گناهان و مشکلات و بارهای زندگی یا با فیض و رحمت خدا؟ هللویا. گفت با فیض و رحمت خدا اطمینان دارم. گفتم اوکی، اگر اطمینان داری پس کدامش کلانتر و بزرگتر است؟ آیا مشکلات و زجر و رنج و درد این دنیا بزرگ کلان است یا فیض و رحمت خدا یا قوت و عظمت خدا؟ گفت نه، خدا بزرگ است، ما خدا را ایمان داریم، خدای رحیم و کریم و بزرگ و با قوت. اوکی، وقت اگر من با خدای کریم، متاسفانه مشکلات تکنیکی داشتیم، و اما چی پیامی مقصد برادر عزیز ما ایست که کسی که میپرسه که گناه های من اینقدر زیاد است، من اینقدر زیاد گناه دارم، چطور امکان داره که من بخشیده شم؟ دوستی عزیز، مقصد برادر عزیز من نورالله جان بود که آیا گناه های شما از فیض عظیم خدا کده بزرگتر است؟ هرگز نه، هرگز نه. فیض خدا عظیمتر از هر گناه ما، از هر مشکل ما، از هر مصیبت ماست. در فیض عیسی مسیح ما برنده هستیم، در فیض عیسی مسیح ما پیروز هستیم. فقط ایمان بیارین، ایمان بیارین که واقعا عیسی مسیح میتونه ما انسانهایی که در گناه مرده ما را زنده بکنه. از همه خاطر عیسی مسیح برای ما میگه در کتاب مقدس، اگر روی پرده بگذارین لطف کنین، میگه که عیسی گفت من قیامت و زندگی هستم، من قیامت و زندگی هستم. یعنی چی؟ یعنی ای که اگر شما اینقدر خوف هراس دارین از قیامت، متوجه باشین من هستم قیامت، در من شما میتونین که قیام داشته باشین. بله، و من زندگی هستم. کسی که به من ایمان بیاورد حتی اگر بمیرد زندگی خواهد داشت، و کسی که زنده باشد و به من ایمان بیاورد هرگز نخواهد مرد. آیا این را باور دارید؟ مقصد برادر عزیز ما اینمی بود. بسیار بسیار تشکر برادر نورالله از کلامی که شما آوردین. نمیفهم روی خط شدن یا نشدن، و اما بسیار 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 تشکر نورالله جان. خدا را شکر برای وجودش با برادر حسین عزیز، و خدا را شکر میکنم که دوباره تانستم لحظات را امرای دوستان عزیز باشم و آمین. پیام آمین. خوش انجیل برای عزیزان برسم. آمین. فیض و رحمتش همیشه آماده است. آمین. و منتظر است تا ما امروز زود در ارتباط شیم. خداوند عیسی مسیح برای شما برکت بده. بسیار تشکر. خداوند همیشه بر زندگیتان باشه. بسیار تشکر برادر عزیز. از طرف من خانواده را سلام میگین، و بسیار تشکر از پیامی که شما آوردین. دوستان عزیز، حال یک سرود میشنویم. بعد از این سرود شما میتونین برای ما تلفن بکنین، و تلفن های ما میدقه میتونین که شما تلفن کنین. بعد از این سرود بخیر ما به تلفن هایتان جواب میتیم. اگر شما سوالی دارین در مورد عیسی مسیح که چطور شما میتونین حیات جاودان از طریق عیسی مسیح حاصل بکنین، ما حاضر هستیم که از کتاب مقدس، نه از فکر خود، از کتاب مقدس برتان یک پاسخ بدیم. بیاین که این سرود بشنویم. آله
من بیاد هم آرام جان، نزد من بیاد هم آرام جان، بار سنگینت بدوش من بمان، نزد من بیاد هم آرام جان. من نجاتت از بدی، بیا به نزد من بگیر راحت در زندگی، آغوش من باز است دوست دارم این بدان، آغوش من باز است دوست دارم این بدان نزد من بیاد هم آرام جان، بار سنگینت به دوش من بمان، نزد من بیاد هم آرام جان. ای تمامی گرانباران و زحمتکشان، در کلام مقدس خدا ما میخوانیم که عیسی مسیح میگه ای تمامی زحمتکشان و گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد، یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است. نزد من بیا دهم آرام جان، بار سنگینت به دوش من بمان. چقدر بار سنگین داریم. آیا شما فکر میکنید که بار گناهایتان، بار مشکلاتتان اینقدر سنگین است که هیچ کسی نیست که بتانه ورداره؟ عیسی مسیح میگه گوش کن، باری که من دارم ای بسیار بسیار کم است. من بارهای مذهبی را برای شما نمیندازم، من بارهای دنیا را برای شما نمیندازم، بلکه بارهای شما را من میبردارم. در زبور 55 هم ما میره میخوانیم، در کلام مقدس خدا ما میخوانیم که خداوند برای ما میگه که تمامی تشویش های خدا به خدا بتین، چون که خدا تشویش شما را داره، خدا در فکر شماست،
او همیشه در فکر ماست. خداوند ما را قدر زیاد دوست داره. او میخواد که بارهای سنگین گناه ما را ورداره. از این خاطر عیسی مسیح آمد. او آمد که بار سنگین گناه ما را ورداره. اما قسمی که برادر عزیز ما نورالله جان گفت، چطور؟ عیسی مسیح کسیست، کسیست که مردگان را زنده میکنه. بعضی وقتا ما فکر میکنیم که ما زنده هستیم. درست است، از نگاه جسمانی در طبیعت، در این دنیای تاریک، در این دنیای پر از جنجال و مشکلات و مرضها و مصائب، ما دو پا داریم، درست است، راه میگردیم، تنفس میکنیم. و اما از نگاه روحانی ما همه مرده ایم، همه مرده ایم، ما در گناهان خود مرده ایم. پاولوس رسول اینه میره خود برای ما میفهمانه، از روح مقدس خدا پاولوس رسول ایره میگیره و او میگه زیرا در آن هنگامی که ما هنوز درمانده بودیم، فصل پنج رساله رومیان، زیرا در آن هنگامی که ما هنوز درمانده بودیم، مسیح در زمانی که خدا معین کرده بود در راه اشخاص دور از خدا جان سپرد. کی عیسی مسیح در راه کی جان سپرد؟ کی و کی در راه کی؟ ما میخوانیم در زمانی که ما انسان ها درمانده بودیم، هنوز درمانده بودیم، و ای مطابق پلان خدا او در راه اشخاص دور از خدا، نه تنها ما درمانده بودیم بلکه ما از خدا دور بودیم. در کلام خدا نوشته است او جان خدا سپرد، او جان خدا داد، او جان خدا فدا کرد. آیت هفتم ما میخوانیم کمتر میتوان کسی را یافت که حاضر باشد حتی برای یک شخص عادل از جان خود بگذرد. بله، کیست که شما میبینین که برای یک شخص عادل بگه که او را نکش، ما در جای زو مرا بکش؟ بسیار نادر است، از در تاریخ، از همون خاطر است در کلام خدا آمده کمتر میتوان کسی را یافت که حاضر باشد حتی برای یک شخص عادل از جان خود بگذرد. اگرچه ممکن است گاهی کسی به خاطر یک شخص خیرخواه جرأت قبول مرگ را داشته باشد، اما نقطه دومی، اما خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است. چطور؟ زیرا در آن هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح به خاطر ما مرد. مسیح به خاطر ما مرد، به خاطر یک شخص عادل، به خاطر یک شخص نیکوکار. اگر بالای زو تهمت زده شده باشه و او را بکشن، از بین ببرن و غیره، از انسان ها اشتباهات بسیار زیاد میشه. حتی در بهترین از دموکراسی ها که باشه، مثل آمریکا، ما در اخبارها میخوانیم که فلانه شخص بعد از 20 سال از زندان چرا رها شد؟ به خاطر با عزت رها شد. چرا رها شد؟ به خاطر از اینکه دی ان ای به ثبوت رساند که جرم را این شخص نکرده بود. پس حتی قاضی های انسانی که اینقدر زیاد مطالعه میکنن و درس میخوانن، بسیار امکان داره اشتباهات زیاد همچون این بکنه که یک شخصی بیگناره، یک شخصی که مرتکب جرم نشده، او را سزا بده در جای کسی که حقیقتا مجرم بوده. کلام خدا در مورد این قسم یک شخصی جمع میگه، میگه که کمتر میتوان کسی را یافت که حاضر باشد حتی برای یک شخص عادل از جان خود بگذرده. اگرچه ممکن است گاهی کسی به خاطر یک شخص خیرخواه جرأت قبول مرگ را داشته باشد،
ما شخصا نشنیدیم. و اما در تاریخ تو چیزا بوده. وقتی که ما کتاب ها رو میخوانیم، تاریخ میخوانیم، در تاریخ ما میخوانیم امثال کسایی که جان خدا دادن. اما خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است. قدر محبت زیاد، از این که بالاتر محبت امکان نداره باشه. اما خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است، زیرا در هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم، نه ای که عادل، نه ای که خیرخواه، ما گناهکار بودیم، ما با خدا دشمن بودیم، ما درمانده بودیم، اشخاص دور از خدا بودیم، مسیح جان خدا فدا کرد. مسیح جان خدا فدا کرد. چیست؟ اما خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده، زیرا در هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح به خاطر ما مرد. کی؟ در زمانی که ما درمانده بودیم، از خدا دور بودیم، ما گناهکار بودیم، او به خاطر ما مرد. ما که با ریختن خون او عادل شمرده شده ایم، نه به اعمال خود، نه به کوشش های خود، ما نمیتونیم به ما به خود ببالیم که اینم ما کردیم از ما شده و غیره و غیره، بلکه ای از فیض خداست. ما که با ریختن خون او عادل شمرده شده ایم، چقدر بیشتر به وسیله خود او از غضب خدا نجات میابیم. وقتی ما با خدا دشمن بودیم، او با مرگ پسر خیش دشمنی ما را به دوستی تبدیل کرد. وقتی که ما با خدا دشمن بودیم، خدا قدوس است و ما گناهکار هستیم، خدا مقدس است و ما گناهکار هستیم، و در زمانی که ما حتی دشمن خود، ما درمانده بودیم، ما گناهکار بودیم، ما از خدا دور بودیم، ما بی‌بس بودیم و ما دشمن خدا بودیم، در اوت یک وقتی است که او با مرگ پسر خیش دشمنی ما را به دوستی تبدیل کرد. پس حالا که دوست او هستیم، چقدر بیشتر زندگی مسیح باعث نجات ما خواهد شد. عیسی مسیح وعده را برای ما میتر، روح مقدس خدا این تسلی را برای ما میبخشه. به عیسی مسیح ایمان بیارین. حتی اگر شما دشمن هستین با خدا، خداوند میتونه که این دشمنی را به دوستی تبدیل بکنه. گناهتان قدر زیاد است، قدر عظیم است گناهتان، نترسین. خدا میتونه که بار گناه های شما را برداره. فیض او عظیم است، فیض او بسیار عظیم است. یک تلفن میگیریم از اسحاق جان و بعد از او ادامه میتیم در صحبت های خود در مورد خداوندی که حیات میبخشه. خدا را شکر میکنیم. فکر میکنیم تلفن کار نمیکنه. اگر لطف کنین اسحاق جان وصل کنین که کتش صحبت بکنیم، چون این کامپیوتر در اینجا کار نمیکنه. فکر میکنم بسیار خوب میشه. پس برمیگردیم تا ای که وصل شویم با اسحاق جان. تلفن ها هستن و اما متاسفانه من گرفته نمیتونم این تلفن اینجا. کوشش میکنم که مستقیما بگیرم، مستقیما هم گرفته نمیتونم. پس میایم دوباره. کلام خدا برای ما چی میگه؟ میگه متوجه باشین بار گناهایتان چقدر کلان زیاد، چقدر زیاد است. شما چقدر افسرده هستین، چقدر در مشکلات هستین، چقدر ناله دارین که آی کاش که کسی میبود، کاش که کسی میبود که مرا نجات میداد. کلام خدا برای ما چی میگه؟ کلام خدا برای ما میگه، میگه متوجه باش، حتی اگر تو فکر میکنی که کت خدا دشمن هستی، باز هم خبر خوش برای تو ایست که اگر تو توبه میکنی، به او برمیگردی، به عیسی مسیح ایمان میاری، خداوند درماندگی تو را از بین میبره، خداوند گناهایت را میبخشه، خداوند اونمو دشمنی تا به دوستی تبدیل میکنه. این وعده کتاب مقدس خداست. اما یک مثال است که شما تنها نیستین، شما تنها نیستین در این مشکل. تا
تمام مردم دنیا در این مشکل هست. چطور؟ در کلام خدا ما ایره میخوانیم. در اینمی رساله رومیان فصل 3 ما ایره میخوانیم. ما میخوانیم که همه گناه کرده اند. هیچ تفاوت نیست. فصل 3 و آیت 22. فقط از راه ایمان به عیسی مسیح همه ایمانداران را عادل میشمارد. زیرا هیچ تفاوتی نیست. همه گناه کرده اند و از جلال خدا کم آمدند. همه گناه کرده اند و از جلال خدا کم آمدند. کلام خدا حتی بیشتر در مورد ازی میگه. از آیت 10 فصل 3 رساله رومیان اگر ما بخوانیم در مورد حالت زار ما انسان‌ها، کلام خدا برای ما این قسم میگه، حتی یک نفر نیست، حتی یک نفر نیست که عادل باشد. هیچ کس عادل نیست، کسی نیست که بفهمد و یا جویای خدا باشد. بعضی کسا فکر میکنن که وا جویای خدا هستن، بعضی کسا فکر میکنن که وا خدا پرست هستن، بعضی کسا فکر میکنن. و اما پولس رسول در مورد از قسم غیرت کسانی که بگن که ما خدا را میپرستیم، خدا پرست هستیم و صاحب 24 ساعت ما در راز و نیاز تیر میشه، پولس رسول بر ما میگه من میتوانم شهادت بدهم که آنها نسبت به خدا با غیرت هستند، اما تعصب آنها از روی معرفت نیست. فصل 10 رساله رومیان آیت 2. وقتی که پولس رسول ایره نوشته میکرد در مورد بنی اسرائیل گفت، چون در او زمان مردم یهود بسیار زیاد مخالفت مسیحی ها را میکردن. وا منتظر مسیح بودن، مسیح آمد و وا مسیح را رد کردن. و اما نه تنهایی بلکه وا مشکلات هم خلق میکردن برای مسیح. حتی تا امروز وا منتظر مسیح هستن. مسیح آمد و اما وا رد کردن. در مورد از وا میگه و اما همی برای تمامی انسان ها ثابت است. من میتوانم شهادت بدم که آنها نسبت به خدا با غیرت هستن. کلمه آنها را اگر شما جایش نام خود بگذارین، علی، احمد، حسین، قادر، مالک، هرچی که نامتان است، فوزیه، آلیه، کریمه، هرچی که اسمتان است، دوج اسمتان بگذارین، من میتوانم شهادت بدهم که آنها نسبت به خدا با غیرت هستن. اما تعصب آنها از روی معرفت نیست. وا فکر میکنن تنها که وا واقعا خدا را پرستش میکنن. وا فکر میکنن که وا واقعا در راه درست هستن. و اما ایتو نیست. کلام خدا چی میگه؟ میگه همه آدمیان از خدا روگردانیده اند. همگی از راه راست دور شده اند. حتی یک نفر نیکوکار نیست. گلویشان مثل قبر روباز است. زبانشان را برای فریب دادن به کار میبرند. و از لبهایشان سخنان مهلک مانند زهر مار جاری است. دهانشان پر از دشنامهای زننده و بدی است. و پاهایشان برای خون ریزی تندرو است. به هر جا که می روند و ایرانی و بدبختی به جا می گذارند و راه صلح و سلامتی را نشناختند. خدا ترسی به نظر ایشان نمی رسد. ایست حالت انسان، ایست مشکل انسان. ما فکر میکنیم که ما درست هستیم و اما کلام خدا میخواهی که چشمای ما را باز بکنه. کلام خدا میخواهی که برای ما بگویه که اصل ما چیست؟ کلام خدا میگه همه ما گناه کرده ایم، همه ما گناهکار هستیم و از جلال خدا کم آمده ایم. کلام خدایی را میگه، من نمیگم. این حرف های نورالله نیست. این حرف های حسین اندریاز نیست. این حرف های کانال محبت نیست. بله کانال محبت نمیتونه که این تو یک چیز را بیاره. این تو یک چیز را نوشته بکنه. ای از قدرت خدا داده شده. از قدرت کانال محبت داده نشده. از قدرت حسین اندریاز داده نشده. از قدرت نورالله و نور آقا دادن نشده. از قدرت هیچ کسی دادن نشده بجز
خود خدا و خدایی را برای ما میگه و خدایی را هم برای ما میگه با وجود از اینکه ما گناهکار هستیم، ما در عمق گناه هستیم، در مرگ هستیم، زیر حکم هستیم که با جهنم میریم، فیض خدا برای ما جاری میشه. خدا فیض خدا برای ما جاری میکنه. چطور؟ اینجا نشست با وجود از این که ما گناهکار هستیم و هیچ تفاوتی نداره که ما کی هستیم، از کجا هستیم، از کدام دین و مذهب، از کدام کلتور و لسان و غیره هستیم، زن هستیم، مرد هستیم، غریب هستیم، امیر هستیم، کودک هستیم، جوان هستیم، پیر هستیم، هر کی هستیم، هیچ تفاوتی نیست، همه گناه کردن و جلال خدا کم آمدن. اما با فیض خدا، خدا را شکر میکنیم بر ازی امای عظیم، اما با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که خونبهای آزادی آنهاست به طور رایگان، به طور مفت عادل شمرده میشوند. به به، ایست جای خوشی، ایست خبر خوش عیسی مسیح که او برای ما میته. متوجه باشین دوستای عزیز، برادرای عزیز، خوارای عزیز، وطندارای گلم، مقصد از اینکه عیسی مسیح میتونه ما را زندگی بده، اون قسمی که برادر نورالله گفت اینمیست، اینمیست انجیل، معنایش اینمیست، یعنی خبر خوش. خبر خوش چی؟ خبر خوش از اینکه حتی اگر ما دشمن خدا هستیم، حتی اگر ما درمانده هستیم، حتی اگر ما بارهای سنگین بالای ما هست و ما نمیتونیم که جلو خدا از زیر ازی بارها ورداریم، عیسی مسیح میگه من دستگیر تو هستم. عیسی مسیح میگه من دستگیر تو هستم. اما با فیض خدا، هیست فیض خدا، اما با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که خونبهای آزادی آنهاست به طور رایگان عادل شمرده میشوند. بسیار میبخشین تلفونا کار نمیکنه، مشکلات تکنیکی داریم، و اما کسایی که تلفن کردین از شما بسیار تشکر. وطندارای عزیزم، کوشش میکنیم که در آینده بخیر این مشکلات رفع شوه و کت شما صحبت بتانیم. و اما ما قلبا میخواهیم که شما گوش بگیرین. از کتاب مقدس شما نخوندین، کلام خدا حاضر است برای شما. اگر شما اینترنت دارین، خواهش میکنم بر روی اینترنت برین، در روی اینترنت کتاب مقدس حاضر است برای شما، در www.afghanbible.com www.afghanbible.com در اینجا رفته شما کتاب مقدس میتونین که صاحب بخونین. امی عکس کتاب مقدس که میبینین، اگر بالای زی کلیک کنین شما را مستقیما میبره در بالای تمامی کتاب های کتاب مقدس و شما میتونین همیشه یاره مطالعه بکنین. و انجیل شریف به زبان پشتو هم در pashtobible.com برای شما حاضر است. شما کتاب مقدس هم میتونین که بخونین. و انجیل پشتو هم قسمی که ایجا بازم عکس انجیل است، بالای عکس انجیل شما ایجا کلیک بکنین و شما میایین در بالای پشتو زیر، در پشتو زیر میایین صاحب که انجیل پشتوس، و شما میتونین که کتاب مقدس، انجیل متا، مرقس و انجیل لوقا، یوحنا و تمامی عهد جدید شما میتونین که به زبان پشتو، به زبان شیرین پشتو هم مطالعه بکنین. ضمناً کتاب مقدس در زبان فارسی هم حاضر است، در farsibible.com شما میتونین برین. و اگر شما برنامه های گذشته ما رو میخواین ببینین و در مورد عیسی مسیح موضوعات مختلفه، خواهش میکنم که در فیسبوک ما برین. فیسبوک ما هست youtube.com/afghantv youtube.com/afghantv و در اوج رفته شما میتونین که تمامی برنامه های گذشته را از طریق اکانت یوتیوب ما ببینین. تمامی برنامه های گذشته در اینجا هست و شما میتونین گواهی مسیحای افغان، گواهی هایی که مردم چطور به عیسی مسیح ایمان آوردن و را بشنوین، به گوش خود ببینین فیض خدا را. امیست که فیض خدا را در موردش وقتی که ما میگیم که ای از خوبی ما نیست، از کوشش های ما نیست،
از تکرار کردن چیزهایی که ما میکنیم نیست، بلکه ای از قدرت خداست، ای از فیض خداست. اما با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که او چیست؟ او خونبهای آزادی تمامی ماست، او خونبهای آزادی آنهاست، به طور رایگان، به طور مفت. در پیسه نمیخرین، در کوشش های انسانی شما نمیخرین، مفت عادل شمرده میشوند. زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیله برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست میآید در مقابل چشم همه قرار داده و با این کار خدا عدالت خود را ثابت نمود. زیرا در گذشته به سبب بردباری خود گناهان آدمیان را نادیده گرفت تا در این زمان عدالت خدا کاملا به ثبوت برسد، یعنی ثابت شود که خدا عادل است و کسی را که به عیسی مسیح ایمان می آورد عادل می شمارد. ایست فیض عظیم خدا. مشکلات شما چقدر زیاد است وطنداری عزیز من؟ چقدر زیاد است؟ آیا شما میخواین بگریزین از مشکلاتتان؟ گریختن نمیتونین. آیا شما میخواین بگریزین از گناهایتان، از بار گناه؟ گریختن نمیتونین. باید شما مقابل شوین با گناهتان و شما میتونین در او صورت مقابل شوین وقتی که عیسی مسیح پشت و پناهتان باشد، وقتی که شما به عیسی مسیح رجوع بکنین، چون او قدرت داره. با قدرت خدا شما میتونین که ایرا حل بکنین. ایمان بیارین به عیسی مسیح. او منتظر هست این روز. او میخواهد که کت شما صحبت بکنه. فقط یک دعا بکنین از صدق دل خود. عیسی مسیح قیامت و حیات است. او میتونه شما را حیات جاودانه بده. ای خداوند، من شکر میکنم که تو مرا دوست داری. خدای من گناهکار هستم. من از گناه های خود توبه میکنم. گناه های مرا ببخش ای خداوند. ای عیسی مسیح داخل قلب من شو، سرور سلامتی من قرار بگیر، منجی من شو، خداوند من شو. شکر میکنم که تو فدا شدی به خاطر گناهان من، تو کفاره گناهای من را پرداختی. شکر میکنم تو را خدایا. من دروازه قلب خدا واز کردم، بیا داخل قلب من ای عیسی مسیح و تو خداوند من شو. به نام عیسی مسیح خداوند، آمین. عیسی مسیح زنده است، او از مردگان برخاست و گفت ما قیامت و حیات هستم. کسی که بالای من ایمان بیاره حتی اگر مرده باشه او زنده خواهد شد و کسایی که زنده هستن هرگز نمیمورن. ایست وعده عیسی مسیح. ما مرگ نداریم، مسیحی ها مرگ نداره، مسیحی ها زنده است همیشه. هللویا، ما همیشه زنده هستیم. ما مرگ نداریم چون مرگ را با ما سر کاری نیست. ما پیروی حیات هستیم. فیض عمو حیات عیسی مسیح کرده تمامی شما باشه. آمین. دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح، تنها حالیم توی ای مسیح، تنها حالیم.